سلام بچه ها، چطوری؟ سلام بچه ها، امروز ورزشیه یه خورده. خوبی بچه ها؟ سلامتی؟ چیکار میکنی؟ سلام، درود به بینندگان عزیز این برنامه. بچه ها، برنامه امروز ما با یک سبکی از زندگی آشنا شدیم که زندگیمون زیر رو شد، سیاه شد. زندگیمون سیاه کبود شد، بدبخت شدیم. خیلی هی داریم سعی میکنیم خودمون رو بیچاره تر کنیم، کلن ما با این انتخابایی که داریم، به خدا جیبامون خالی تر و بدنا حساس تر و سبک زندگی ها فقط آدم بدبخت میکنه. نرید سمتش. الان این ویدیو رو فقط ببینید که عبرت بگیریم که نرید تو این راه. در مورد چیه؟ در مورد یک هر چی سلامت و فلان و اینا. الان غذا یه روز مونده میخورم، تگری میزنم، یه چیز اتو فریزر نمیتونم بردارم بخورم، حالم خراب میشه. اینقدر که سلامت. بچه ها، تو این برنامه میخوایم شما رو با یک سری از کفش‌های جدیدی آشنا کنیم که بر اساس سلامت بدن انسان طراحی شدن. ما هم اینا رو طراحی نکردیم، فکر نکنید داریم تبلیغ میکنیم واسه کار خودم. با این تلفن تماس بگیر. راه رفتن با پای برهنه اینا طراحی شدن و کلا بر اساس سلامت اسکلت بدن انسان هستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا آدم که با پای برهنه به دنیا میاد، با پا برهنه هم که خاکمون میکنه، حالا به اون بخشش کاری نداره، همین اولش. با پای برهنه به دنیا میای، با پای برهنه یاد میگیری راه بری و طی میلیون ها سال، چند هزار سال انسان با پای برهنه این بوده. تحول انسان و ریولوشن چی میشه؟ همین این، از این شدیم، این شدیم به این که هی راه رفتیم پای برهنه بوده که یاد گرفتیم و بدن و اینا نقطه ثقل پیدا کرده، تونسته صاف شه. همش پای برهنه، کفش که نبوده. حتی این هزاران سال اومدیم رسیدیم به این چند سال اخیری که داره تر میزنه به بدن ما، به این آناتومی، به این اسکلت، به این نقطه ثقل. در سال 1937 یه آقای اتریشی بوده به نام رابرت فیلیری که اومده کشف کرده این مسئله رو که کلن کفشا همه داره لطمه میزنه به کمر و پا و گردن و همه اسکلت بدن انسان. این نجس. و فقط هم این نه، کلن کفشایی که زیر کلوفتی دارن، این قسمت زیره کفه. آره، کفه. زیره و کفه یک کلوفتی دارن که الان هم هی داره کلوفت در مد میشه، حواست باشه داری چی کار میکنی با خودت. ما این برنامه رو برای شما ساختیم دقیقا که بدونی رو به مد حرکت نکنی. حالا دلیلش چیه آقا؟ چرا یارو اومده نشسته فکر کرده؟ اومده دیده آقا اگر این زبون یک چیز پلاستیکی یکش رو زبونه مزه رو دیگه احساس نمی کنی، یا یه دستکشی بکن دستت که مثلا اینقدر اندازه این کف این کفشو کلفته، خب تو یه عمر با اون کف کلفته این دستکش داری اینا رو میگیری، نمیدونی سرد چیه، نه گرم چیه، نمیفهمی فرق چوب و آهن و سنگ و اینا چیه. قدرت تشخیص رو در واقع داری میگیری از و ما همین کار رو با پامون کردیم و پا اصلا الان یه منگله پای ما. آب دهنش هم راه افتاد. آقا این زخامت این کفشای ما و این قوس برآمدگی ها و فرو رفتگی هایی که داره و ما تا حالا همش فکر میکردیم اینو برای کمر و اینا اتفاقا خوبه و خیلی علم روشون هست و اینا، برعکس اینا داره لطمه میزنه. چرا؟ چون چرا؟ این بخش، چون کف پای انسان بالای 100 تا ماهیچه داره. بله. و این 66 نقطه اتصالی تو این کفه پای بالای 100 نقطه حسی داره. عصب حسی کف پای که مثلا همین جنس رو بشناسه، سفتی، تیزی، نرمی، نمیدونم داغ، سرد، گرم، و ما همه اینا رو از این پا گرفتیم و این پا رو فلج کردیم. در واقع در طول زمان ما اینو به فلجی میرسونیم، یعنی هیچ دیگه تشخیصی از خودش نداره، چون همیشه یه چیز کلوفتی
روش بوده و اصلا نتونسته از اون حساش استفاده. جالبه بدونید 79% دونده ها در دنیا مشکل زانو و کمر دارن، 79%، و این مقدار آسیب 4 برابر رشته های ورزشی هم سطح خودشه، یعنی مثلا وزن برداری و اینجور چیزا که تو همین زمینه رشته های پنجگانه چی بهش میگن تو اون دسته قرار میگیرن، 2 از همه آسیبش بالاتره، چون دارن با این کفش ها اون 20% هم که آسیب نخوردن اینا هم ماساژور دارن، نمیدونم مربی دارن، اونم کلی داره خرجش میشه احتمالا که آسیب نخورده. آره، وگرنه اونم آسیب میخوره. آره، به خاطر استفاده از این کفش هست دیگه، فقط و فقط، چون نقطه دلیل اصلیش همینه، نقطه ثقل بدن تغییر پیدا میکنه با این کفش های کثافت، کفشون کلفته و متفاوت. آره، هم هست، یه جاش نازکه یه جاش کلفته و بدن برای اینکه بخواد نقطه ثقل خودشو با زمین که بالاخره جاذبه هست دیگه، حالا چه باور داشته باشیم چه نداشته باشیم، چه اعتقاد داشته باشیم، یه چیزی هست به اسم نیروی جاذبه که میکشه و این نقطه ثقل بدن نسبت به اون باید توی یک خط اینجوری قرار بگیره که نیفتیم، خط و برای اینکه اونو بدن بتونه نگه داره 1000 پیچ و تاب به خودش میده که اونو نگه داره، بهش هم میگن که و این برای این آسیب حالت آسیب خوردن میده، کلی کالری مصرف میکنه. آره، و بدن هم کلی انرژی به درد یعنی کالری داری میسوزونی ولی این کالری 2000 نمیارزه، چون داری آسیب میزنی به خودت، فقط داره خستت میکنه، فقط کالری سوزی. آره، نیست، فقط هم داری آسیب به خودت میزنی و هی خسته میشی. مثلا بعد از یه مدت که شما از این کفش های بارفوس استفاده بکنی، بارفوت به انگلیسی یا آره، کفش پا برهنه میشه بهش گفت، با انرژی کمتری میتونین کارهای بیشتری انجام بدین، مسیر بیشتری رو بریم بیاین، فقط هم به خاطر اون حس سلامتشه که ایجاد. به طور میانگین یک انسان اگر با این کفش ها 10 کیلومتر بره، با این کفش 12.9 کیلومتر میره با همون مقدار انرژی. آره، این مسئله بله هست. و حالا آقا این کفشو برای چه کسایی خوبه؟ برای همه آدم ها خوبه، از بچه کوچیک که تازه میخواد دور رفتن یاد بگیره تا هر چقدر سنت باشه، به شرط اینکه پای سالمی داشته باشی. این نکته هم اینجا اضافه کنم، ما نه فیزیوتراپیم نه ارتوپدیم نه دکتر متخصص پا و ما و عضلات و فلان، نه تولید کننده این که بخوایم تبلیغ کنیم، نه اسپانسر این چیزاییم، این کاملا یک چیز تجربه شخصیه و اطلاعاتی که تو این زمینه نشستیم خوندیم و کسب کردیم. آره، اون کسایی هم که ازشون اطلاعاتی کسب کردیم توشون هم ورزشکار هست هم فیزیوتراپ هست، هم کسی که چیز داره مشکل پا داره، حالا هر مشکلی داره، اول بعد مشکلش رو توسط ارتوپد و فیزیوتراپ و پزشک مخصوصش حل بکنه، بعد میتونه از این کفش استفاده. و اینکه اگرم ورزش نمی کنه میخواد شروع به ورزش کنه، با این کفشا شروع نکن، چون اینا نیازه که بدن یه خورده قوی باشه در کل، چون شما سالها بدن اصلا فکر کن ورزش نکرده که هیچ، اصلا حالت عادی یه سری از این عضله ها هم اصلا مردن، آره قشنگ مردن، و اصلا بدن ناآشناه براش که یهو تو بیای بخوای ورزش کنی و با پای برهنه هم ورزش کنی، اصلا یهو بدن شوک بهش وارد میشه. آره، معلومه ممکنه بدتر یه بیماری عجیب غریب بگیری. البته اگه میخوای برای ورزش استفاده کنی، خوبه که ورزشکار بوده هستی بعد از اینو استفاده کنی. آره، این اوکیه. و اینم که مشخصات ظاهری این کفشا رو اگه بخوایم بگیم، اینا کفشایی هستن که اولا سر تا ته کفش یه ضخامت یه اندازه داره، یعنی اینجوری کفش یه جاش کلفتر باشه یه جاش نازکتر باشه، انگار بیشتر از 1 سانت هم نیست، بیشتر از 1 سانت، یعنی این کف این تا این سرش، و داخلش هم یه لایه نازکی باید باشه که اونم همین حالت برآمدگی. آره، اینا رو نباید داشته باشه. کفی هم کاملا یه چیز قابل انعطاف هم، و خود کفش هم باید خیلی قابل انعطاف، پاره بخواد پر کنه اینا هیچی نداره، کفش بارفوس رو باید بتونی حتی بپیچونی. آره، در این حد برای اصلا این در واقع این ضخامت فقط برای این شیشه میشه، نمیدونم
آسیبی به پات وارد نشه از تو این زندگی در شهر رو. آره، چون که بازگشت به ناتور و بازگشت به طبیعت شعارش همینه. آره. وگرنه این کاربردی نداره، این زیر این جز حفاظت کاربرد دیگه ای نداره. هنوز میخوامش نگهش دارم. قسمت پنجهش باید اینقدر پهن باشه که انگشتا به همدیگه نچسبه. یعنی این انگشتایی که اینجاست هیچ کدوم نباید بچسبه. جلوش هم باید 12 میلیمتر حداقل 12 تا 15 میلیمتر فاصله داشته باشه از انگشت شست پات. حالا مال بعضیا انگشت دومه بلندتره از اون، از هر انگشت کوچولو باید بلندترینه از اون، یه 12 تا 15 میلیمتر فاصله داشته باشه، جا خالی باشه. و این کفشا اگه بخوایم بگیم حالا مثلا بدیشون چیه، بدیشون اینه که این مسئله کلا الان ترنده و تا حالا نمیدونم با اینکه اثر 1937 اومده چرا الان ترند شده. الان یعنی میشه گفت تقریبا از 5 سال گذشته به این ور یه موضوع ترندیه توی دنیا. آره، به خاطر همین طراحیاش خیلی زیاد تنوع نداره. کتلت کتلت کمه. البته یه بخشش هم عادت کردن چشم ما به این کفشای این شکلی هست. آره، یه بخشش این در برابر این خب یه حالت کتلتی پهنی داره دیگه. ولی آره، و اینکه تو این مدت شما فکر کن روی طراحی این کفشایی که الان رواج داره خب خیلی کار شده، اینا جدیده، مطمئنا اینا یه مدت بگذره رو طراحی اینا هم کار میشه، بهتر میشه. و اینکه گرونه، بدترین چیزش گرونیشه الان. این کفش مثلا 150 تا آخر چرا باید یه تیک پلاستیک 4 تیک نخ، یه ذره تور، یه ذره پارچه. شما که ما رو میشناسید، ما چیز گرون نمیخریم. ما خرج پلت نداریم، جون به اسرائیل هم نمیدیم. به خاطر این 150 یورو تو حراجی من خریدم 50 یورو. بگه کنید ما خیلی لاکچری هستیم، ما این پولا نمیدیم. 200 یورو یا اینا میخریم، چون که اینا کلن جایی نمیشنیم که آب زیرمون بره کلن. ما کفشای بچه سرچ کردیم که مثلا برای بچه از 50 یورو شروع میشه مارکای خوبش تا 250 یورو. آره، و مطمئنا آدم خب یه دونه نیاز نداره. ما چون ورزش هم میکنیم برای ورزش و بیرون و این بر اون بر، حالا بعد کم کم همین کفشا رو عوض بکنیم. خاطر همین سعی میکنیم که از تخفیف و اینجور چیزا حراج استفاده کنیم. این کفشا اولش که میخوای استفاده بکنی، چون که میگن هر چی که پا تو محیطی باشه که صاف نباشه، ناهموار باشه، برای سلامتش بهتره. چه با این کفشا چه بدون این کفشا، یعنی حتی فکر کن محیط خونه که صافه برای پا ضرر داره در این حد. ولی وقتی هم حتی آدم تو خونه زیاد راه نمیره چون آره، ولی همین اگه مثلا سنگ باشه بهتره. آره، برای سلامت پا. ولی حتی تو محیط صاف هم که استفاده می‌کنی، چون الان زندگی شهری همه جا صافه، با این حال واقعا تو مدت ها ما پا درد داشتیم، هنوز هم داریم. هنوز هم یه مایچه هایی از بدن اصلا میگیره که اصلا میگیم مگه اینجا مایچه داشته. قشنگ انگار مثلا آره، یه جاهایی از کف پا و این ساق پا مخصوصا هست که احساس میکنی تازه برای اولین بار. چون این کفشا یه این پشتشون کلوفتره کلن تا جلوش، یه خورده آدم همیشه مثلا یه اینجور حالتی داره، بعد اونا رو که میپوشی چون کلن تخته احساس میکنی آره داری میری رو به عقب، داری به عقب میری. باشه اولش که میپوشی حس به عقب افتادن داری. انگشتای حالا فکر کنم مثلا انگشتای دست، انگشتای پا همیشه بسته است، یه حالت قنداکتور داره. آره، بعد یهو باز میشه کلن، اصلا با انگشتای باز داری حرکت میکنی رو زمین رو میری، اصلا حسش خیلی فرق میکنه. تو ویدیو بعدی راجع به بارفوت باز توضیح میدیم و حالا یه سری تمرین ها برای پا هم میگیم که برای خود پاها، نه ساق و اینا، نه خود ای قسمت خود اینجا پنجه پا این چیه؟ پای دیگه. آره، آخه تو فارسی برای قوی شدن بخشمندی نشده، بگی پا یعنی همینه همونه. آره، میگیم و اینکه چطوری از حالا کفشایی که رایج و مرسومه بخوایم منتقل بشیم به کفشایی که سالمن و بارفوسن و اینا، اینا هم یه دوره داره که یه سری چیزها رو خوبه بدونیم که در موردش حتما ویدیو میسازیم و خدمتتون ارائه میدیم، به شرط اینکه لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید. درود و دعا.